به نام خدا. سلام، خوش اومدید به دومین قسمت از برنامه استریم شو. من سالک هستم و اومدم کمکتون کنم که بتونید خیلی راحت تر و بهتر و با کیفیت تر استریم کنید یا ویدیو رکورد کنید یا هر چیز دیگه. یکی از مشکلاتی که همه دارن اینه که موقع استریم کردن میگن آقا ما استریم نمی کنیم چون موقعی که استریم می کنیم گیممون لگ میزنه. امروز اومدم کمکتون کنم خیلی راحت و تو 3 شماره این کارو انجام بدید. اولین کاری که میکنیم اینه که شما باید وارد سایت streamlabs.com بشید. وقتی وارد سایت streamlabs شدید، اینجا میتونید تلفظ دقیقش رو ببینید. وقتی وارد سایت شدید، اینجا زده دانلود streamlabs for desktop. 240 مگابایت، خیلی راحت دانلودش میکنید و وارد نرم افزار میشید. خیلی ویژگی های زیادی داره. از ویژگی هاش که بخوام بهتون بگم، یکیش دیزایناشه که دیگه نیاز نیست شما برید آورلی های مختلف بگیرید، یعنی اون حاشیه های مثلا قاب وبکم، حاشیه گیم، برای دونیتتون، برای چیزهای مختلف نیاز نیست برید چیزی بگیرید، تماما خودش داره. یکی دیگه از ویژگیاش داشتن بات مخصوص خودشه، ربات مخصوص خودشه، واسه کسایی که تو توییچ، تو یوتیوب یا تو جاهای حالا بین المللی میخوان استریم کنن، این به اون دردشون میخوره. و اگر نسخه پولیشو تهیه کنید میتونید مولتی استریم داشته باشید، یعنی رو چند تا پلتفرم همزمان استریم داشته باشید. و استور داره، مرچ داره و میتونید محصولاتتون رو بفروشید و خیلی کارهای دیگه. و خودش درگاه مستقیم دونیت داره برای دونیت های بین المللی. حالا ایناش خیلی چیزهای مهمی نیستش، ولی کلیتش اصل کار که این برنامه رو شما میتونید استفاده کنید، دلیلش اینه که شما میتونید که لحاظ این که سیستمی که میکشه کمتر از نرم افزار OBS و کمتر کسی ازش استفاده میکنه. و چند تا تکنیک بهتون میگم، اگه انجام بدید به شدت FPSتون تو گیم میره بالا. حالا داستان از چه قراره؟ همینطور که میبینید محیط استریم لبز یه مقدار حرفه‌ای تره. چرا؟ اول از اینکه به شما چند تا اسکن میده، دقیقا مثل OBS به شما چند تا سورس میده، یعنی شما میتونید تعیین کنی که آقا الان من میخوام رو حالت وبکمم باشم، رو حالتی باشم که بگم استریم دارم میکنم برخواهم گشت، یا رو حالت اینترمیشن یا مثلا صحبت کردن، یا حالت گیمینگ و استارتینگ سون و یا هر چیز دیگه. روی اینا همش آماده است، یعنی که دیگه شما مثل OBS نیاز نیست خودتون برید اینا رو طراحی کنید یا برید دانلود کنید. اینا به صورت آماده یه بانکی داره این نرم افزار که شما وقتی داخل این بانک بشید، اینجا تمپلیت، میتونید از داخل این بانک تمام این اوورلی ها رو، حالا رایگاناش رو استفاده کنید. برگردیم تو سر کارمون. خدمتتون عرضم که این از نکته های مهمش. مثلا مینی فید داره، یعنی فید های شما، یعنی شما تو توییچ استریم کنید یا یوتیوب استریم کنید یا چیزایی که بین المللی هست، بهتون نشون میده که آقا چند نفر فالوتون کردن، کی پیام داده، کی دونیت کرده، کی کار دیگه کرده. و این گوشه هم میتونید چت ها رو ببینید، یعنی دیگه نیاز نیست یه چیز جدا واکنید برای دیدن چت هاتون. این از این تا اینجای قسمت. قسمت بعدی حالا میخوام کمکتون کنم که چجوری آقا استریم کنیم که لگ نداشته باشیم و تنظیم بزنیم. و خب اختصاصی برای آپارات چجوری این نرم افزار رو تنظیم کنیم. اولین نکته اینه که زمانی که شما میخواید روی پلتفرم‌های بین المللی، یعنی توییچ، فیسبوک، تروو و یوتیوب این کار رو انجام بدید، شما مستقیم لاگین میشید و مثلا معلوم توییچ هم لاگین و در جا میتونم دکمه استریم رو بزنم مستقیم میره. ولی زمانی که بخواید رو آپارات استریم کنید یه چند تا نکته داره که باید انجام بدید. اولا شما استریم تو کاستومینگست رو میزنید، زمانی که این دکمه رو بزنید بهتون اختار میده که ریکامندد و اون چیزی که توصیه شده است استفاده کنید، ولی ما اهمیت نمیدیم چون ما میخوایم رو آپارات استریم کنیم. استریمینگ سرویسمون رو میتونیم انتخاب کنیم، میتونیم کاستوم استریمینگ سرویس رو بذاریم، یعنی شما زمانی که بخواید اینو اینجوری انتخاب کنید باز میبینید که آپاراتو ساپورت نمیکنه، میزنید این دکمه رو روی کاستوم استریمینگ سرویس میذارید. و URL و استریم کیتون رو از تو قسمت پخش زنده آپارات، وقتی وارد پخش زنده تون شدین تو قسمت تنظیماتش دو تا گزینه است که URL و استریم کیتون رو در اختیارتون میذاره، اونا رو کپی میکنید اینجا پیست میکنید. نکته دوم، زمانی که میخواید تو آپارات استریم کنید حتما باید این confirm stream title and game before going live رو حتما باید این تیکو
ور دارید، زمانی که این تیک باشه شما نمیتونید روی آپارات استریم کنید، چون به مشکل میخوره، چون میخواد کانفرم کنه ولی آپارات رو ساپورت نمیکنه و نمیتونید وارد گیم بشید. نکته بعدی میایم روی آوتپوت یا خروجی کارمون. توی خروجی کار شما باید گزینه آوتپوت مودتون رو از روی حالت سیمپل وردارید. زمانی که از روی حالت سیمپل ورداشتید و روی حالت ادوانس گذاشتید، گزینه اول آدیو ترکتونه که من روی یک تنظیم کردم. شما میتونید رو هر آدیو ترکی که خواستید تنظیم کنید و اگر خواستید ویدیوتون روی مثلا تویچ سیو بشه، یه ویودی جدا، یه آدیو ترک جدا واسه ویودیتون، یعنی ویدیو رکورد شده تون، یه دونه آدیو جدا تعریف میکنید که آقا صدایی که شما زمانی که دارید استریم میکنید با صدایی که زمانی که ویدیو رکورد میشه روی پیج میفته متفاوت باشه. حالا این برای کسایی که میخوان حالا حرفه‌ای تر کار کنن. آدیو ترکتون روی گزینه یک، پس آدیو ترکتون رو از قسمت آدیوها بر اساس این آدیو تنظیم شه. اگه میخواید بیت ریت صداتون رو 320 باشه، حالا اگه سرعت اینترنت خوبی دارید رو همین 320، اگه خوب نیست پایینتر رو 192 هم میتونید این کار رو انجام بدید که هم کیفیت خوبی باشه هم خیلی اینترنت نخواد. اگه خیلی اینترنتتون ضعیفه روی 128. گزینه بعدی رو روی واسه اینکادرتونه. اینکادر رو شما میتونید روی HD264 یا همون X264 بذارید، ولی اگر میخواید کیفیت بالاتری داشته باشید و از سیستمتون کمتر استفاده بشه و کارت گرافیکتون انویدیاست، این گزینه رو روی هاردویر و NVENC میذارید. حالا نیو این جدیدشه که اومده اگر کارت گرافیکاتون ساپورت میکنه. زمانی که روی این حالت بذارید کیفیت چند برابر میشه و پرفورمنس هم همینطور، یعنی سیستم کمتری از شما کشیده میشه تا XT264. پس همین خیلی به بالا رفتن FPSتون و پایین اومدن لگ و اینجور داستاناتون کمک میکنه. گزینه بعدی، تیک بعدی این فورس استریمینگ رو برمیدارید. گزینه بعدی ریت کنترله که حتما روی CBR میذارید. گزینه بعدی بیت ریته که باید نسبت به بیت ریت اصلیتون تنظیم کنید. یعنی شما میرید توی توضیحات، اونجا میتونه بیشتر بهتون کمک بشه، توی توضیحات پخش زنده آپارات یا اون کمکی که در نظر گرفته خود آپارات، شما میتونید اونجا برید اطلاعات بیشتری بگیرید که با چه سرعتی چه بیت ریتی رو تعیین کنید. مثلا برای من بین 1500 تا 3000 تو ساعات مختلف روز متفاوته. این دیگه بستگی به خودتون داره، ولی زیر 1500 تقریبا کیفیت جالبی نیست. حالا اگر اینترنتتون نمیکشه مشکلی نیستش، میتونید بیارید پایینتر و زمانی که شما استارت لایف کنید این قسمت پایین بیت ریت شما رو میزنه و اگر سرعت اینترنت شما با بیت ریتی که گذاشتید نخونه قرمز میشه و بهتون هشدار میده. گزینه بعدی کی فریم اینترواله که فرق نمیکنه چه رو آپارات و چه رو توییچ اگر دارید استریم میذارید، این عدد باید حتما رو عدد 2 باشه. گزینه بعدی پریستتونه که از پرفورمنس تا های کوالیتی، باز اینا رو توی توضیحات پخش زنده آپارات بهتر میتونید ببینید یا خود توییچ میتونید تغییر بدید. یعنی اینا خیلی روی لگتون، اگه خیلی لگ دارید روی پرفورمنس بذارید که اذیت نشید، ولی خب قبلش ببینید اون پلتفرمی که دارید استریم میکنید ساپورت میکنه خودش، یعنی توصیه کرده این چیزا رو یا نه. گزینه بعدی هم پروفایله که روی مدیوم یا روی های میتونید بذارید، یعنی سه تا گزینه داره، لو مدیوم های داره، روی های یا مدیوم که روی های بهتره. نکته مهمی که به شدت لگ استریم شما رو میاره پایین سایکو ویژوال تیونینگ. این سایکو ویژوال تیونینگ رو سعی کنید که به هیچ وجه تیکش نباشه. اگر سیستم قوی دارید، اگر اینترنت قوی دارید، بله خب مشکلی نداره تیکو بزنه، حتی بیشتر به سیستمتون ربط داره، اینترنت کاری نداره. پس این تیک هم ور می‌داریم. این دوتا گزینه خیلی به بالا رفتن FPSتون کمک میکنه و مکس بی فریم هم دوباره روی عدد 2 میذارید، جی پی یو هم رو حالت 0 میذارید که خودش به صورت اتوماتیک تنظیم کنه. گزینه بعدیمون هم ویدیوه که اگر شما میخواید رو حالت 1080 استریم کنید، هر دو اینها رو روی 1000 ببینید. یه ما یه بیس کانواس رزولوشن داریم، یعنی بیس کار شما، بیس اون تصویری که داره میده، یه آوتپوت اسکیل، یعنی اسکیلی که شما دارید استریم میکنید. بهتره که این بیستون روی همین 1920 باشه. اگر دیدید سیستمتون داره مشکل میخوره یا حجم فایلای رکورد شده تون زیاده، روی 1280x720 یا رزولوشن HD بذارید. ولی اگر دیدید که میکشه بالایی روی
1080 و اگر دارید استریمتون مثلا میخواهید که 720 استریم کنید و اینترنتتون اونقدر قوی نیستش که بخواید با رزولوشن 1080 استریم کنید، یعنی 1920 در 1080 یا همون فول اچ دی، بهتره که روی 1280 در 720 بذارید. گزینه بعدی هم اف پی اس تونه که باز نسبت به اف پی اس خروجی تونه، ربطی به گیم نداره، باز نسبت به کیفیت استریم و کیفیت اینترنتتون این رو تعیین میکنید که باید به راهنمای پخش زنده آپارات یا اون گزینه‌ای که خود توییچ یا خود یوتیوب گذاشته مراجعه کنید که ببینید ترجیحاً گفتن برای چه بیت ریتی و چه سرعتی و چه رزولوشنی شما چه اف پی اسی رو قرار بدید. من مثلا سرعت اینترنتم اونقدر بالا نیستش که 60 فریم بخوام استریم کنم. 60 فریم قاعدتاً بهتره، تصویر نرمتری دارید، ولی خب بسته به سرعت اینترنتتون هستش. گزینه های داون اسکیل فیلتر و اف پی اس تایپ هم دست نمیزنید، رو همین حالت 16 سمپل میذارید. و گزینه بعدی هم آدیو تونه که حالا 44100 یا 48000K میذارید، همین دو حالت هم بیشتر ساپورت نمیکنه. صداهای پایینتر و بالاتر هم داریم، سمپل ریت های بالاتر و پایینتر، ولی این حالت ها بهتره. دسکتاپ آدیو دیوایس تونم که چه صدایی از دسکتاپتون رکورد شه و چه صدایی از AUXتون یا همون میکروفونتون رکورد شنم اینجا تعیین میکنید. وقتی همه اینها رو تعیین کردید خیلی راحت میتونید دکمه گو لایو رو بزنید و دکمه یکی زیر وبکم بنده است. بذارید من وبکم رو براتون جابجا کنم که نشونتون بدم خیلی راحت. ببینید گزینه گو لایو رو میزنید و خیلی راحت لایو میشید. اوکی، این تا اینجای کار، یعنی خب تا اینجای کار سعی کردم که تقریبا همه چی رو براتون توضیح بدم. اگر دوست داشتید رکورد کنید همین دکمه قرمز بغلش رو میزنید. از چیزای دیگه‌ای که داره، مثلا شما توی آپارات که به وسیله پلتفرمایی که بهش وصل میشن دارید استفاده میکنید و حالا دونیتاتون یا گیفت دونیتاتون یا هر چیزی، ولی خود این نرم افزار ببینید مثلا به من میگه آقا من تست میکنم، ببینید تست به هم اینجوری نشون میده، حتی حالا صدا هم پخش میکنه چون در حال رکورد هستم صداها رو پخش نمیکنه. یا مثلا من دونیت میشه براتون، دونیت به این شکل بهتون میگه که آقا دونیت شد براتون، یا کسی سابسکرایبتون کرده سابسکرایب رو بهتون میگه، یا بیت براتون فرستاده بیت رو نشون میده، یا هاست شده هاست کرده براتون آقا مثلا فلان نفر براتون هاست شده. پس ببینید خود نرم افزار خیلی ویژگیایی داره که بعد همه اینا هم قابلیت تغییر گیفت دونیت هم شما دارید، چه صداشو چه تصویرشو چه هر چیز دیگه. پس دیگه نیاز نیست 60 تا نرم افزار شما باز کنید برای اینکه بخواید یه لایو برید یا یه رکورد انجام بدید یا هر چیز دیگه. خب گفتم بهتون اگه تما رو خواستید دانلود کنید اینجا، بریم سراغ داستانای دیگه. اگه خواستید برید رو حالت استدیو مود، یعنی که آقا یه زمانی هستش که شما میخواهید زمانی که دارید رکورد انجام میدید یا دارید لایو میرید میخواید اول یه تغییراتی انجام بدید ولی بیننده اینو نبینه، شما میایید رو حالت استدیو مود. اینجا استدیو مود رو روشن میکنید، اول تغییراتتون رو انجام میدید. مثلا من اول میخوام آقا گیم رو بیارم، گیم رو اینجا اول روشن میکنم تو قسمت ادیت، بعد قسمت ترانزیشن رو میزنم، خود ترانزیشن میاد صفحه گیم منو اضافه میکنه، یا گیم رو ور میخوام دارم ببینید بعد ترانزیشن رو میزنم، یا میخوام بگم آقا من بر میگردم اول تو این قسمت تنظیم میکنیم، میگیم آقا این تصویر اینجا چیکار میکنه، اینو ورش میداریم، بعد گزینه ترانزیشن رو میزنیم و به این حالت تغییر میکنه، حالا دوباره برمیگردیم به حالت عادی. پس اینم شد گزینه استدیو مودمون. بقیه گزینه‌هاش هم توی قسمت سوم بهتون توضیح میدم، خیلی این قسمت رو طولانی نمیکنم. یه قسمت گیم اورلی داریم که آقا شما توی بازی دیگه کسایی که دوتا مانیتور ندارن، یعنی ببینید چند تا مشکل رو داریم همزمان حل میکنیم، کسایی که دوتا مانیتور ندارید زمانی که اینو روشن کنید قابلیت اینو دارید که فید هاتون، یعنی اتفاقاتی که داره میفته، یعنی فالو میشه ساب میشه یا هر دونیت میشه یا هر چیز دیگه ای، و چتتون رو روی صفحه بازی ببینید. دیگه شما مجبور نباشید دوتا مانیتور رو روشن کنید که یه مانیتور فقط بخواید چت رو ببینید، و حالا قابلیت های دیگه داره، هر چیزی رو میتونید فعال کنید. چه جوری؟ زمانی که اینو روشن کردید تو قسمت هات کی ها، حالا انگلیسیش میشه کلیدهای داغ یا ما بهش میگیم شورتکات ها، کلیدهای شورتکات، شما میتونید تعیین کنید که آقا من
دکمه مثبت رو میزنی، دکمه مورد نظرت رو میزنی. مثلا برای استارت استریم میگی آقا من اگر کلید 2 رو فشار دادم استریم من شروع بشه. بعد هر دفعه که مثبت رو میزنید یه دونه کلید اضافه میشه. آقا من اگه 3 رم فشار دادم استریم من شروع بشه، یا مثلا اگه 5 رم فشار دادم استریم من شروع بشه. این 3 تا دکمه میشه برای شروع استریمتون. برای استاپ استریم همینطور میزنید، حالا هر کلیدی که میخواید انتخاب میکنید، کلیدای تکراری انتخاب نکنید. بعد میتونید اسکن هاتون رو تغییر بدید. آقا مثلا من اسکن لایو دارم، مثلا آقا آلرت باکس تو اسکن لایو، شما آلرت باکس داری، فلان داری، فلان 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 فلان، شما با چه کلیدی میخوای فعال و غیر فعال کنی دیگه نیای از گیم بیرون. یه کلید میزنی گیمتون مثلا وبکمتون روشن میشه. حالا رفتی تو گیم میخوای وبکمو حذف کنی، یه کلید میزنی وبکمو حذف میکنی، یه کلید میزنی چتتو ببینی. این آورلیتون هم دیگه توی استریم نشون داده نمیشه. اینم میتونید تنظیم کنید. گزینه بعدی گزینه ادوانسه. این پروسس پریوریتی یعنی پریوریتی یعنی اینکه شما این نرم افزار چقدر از سی پی یو شما استفاده کنه. بسته به تنظیمات کلی کامپیوترتون این باید رو دو حالت باشه. اگر دیدید که زمانی که رو وضعیت نرمال هنوز گیمتون داره لگ میخوره، رو حالت بلو نرمال یعنی زیر نرمال یا آیدل یعنی ایدئال بذارید که از سیستمتون این نرم افزار کمتر استفاده کنه و FPS گیمتون بره بالا. ولی بعضی وقتا بعضی CPU ها با تنظیمات دیگه یا الگوریتم دیگه ای دارن کار میکنن و اگه شما این استفاده رو یا پریوریتی رو بیارید روی های FPS تون میره بالا، این گزینه رو اینجوری تغییر بدید و متوجه بشید. کالر فرمتمون چون من اونجا NVENC رو گذاشتم برای تصویر، روی NV12 گذاشتم. در غیر این صورت روی RGB بذارید. کالر اسپیستون روی 601. YUV کالر رنجتون هم روی پارتیال داره فول. روی فول کیفیت بهتری خواهید داشت. الان من رو تصویرم فول دارم ولی برای استریم متفاوته. فورس جی پی یو از رندر دیوایس، یعنی این که آقا جی پی یو من به عنوان رندر کننده کل این نرم افزار کار کنه. اگر دیدید که جی پی یو تون نمیکشه این تیک رو هم بردارید، باز FPS تون بالاتر میره. آدیو مانیتورینگ اینطوریه که شما صدایی که من الان دارم صحبت میکنم، اگه من یه هدفون رو گوشم بذارم و بخوام صدامو مانیتور کنم و صدای خودم رو بشنوم که بدونم آقا مثلا میخوای خوانندگی انجام بدید یا بیت باکس انجام بدید یا چیزی که نیازه که صدای خودتون رو بشنوید، این گزینه رو تنظیم میکنید روی خروجی مانیتورینگتون. حالا خروجی مانیتورینگ شما هدفونه، خروجی مانیتورینگتون باندتونه یا هر چیزی که میخواد به عنوان مانیتورینگتون باشه. فایل نیم فرمت رو ببینید، الان داره میگه که آقا چه سالی، چه ماهی، چه روزی، چه ساعتی، چه دقیقه ای، چه ثانیه ای. شما میتونید اینو تغییر بدید، نیم فرمتتون رو، هر نیم فرمتی که میخواید بذارید. خیلی مهم نیستش تغییرش هم ندید، بهتره ساعت و روزش رو دقیق بدونید بهتر. استریم دیلی که شما میتونید به استریمتون دیلی بدید که آقا اگه به مشکلی خورد قطعش کنید، تغییری بدید، یا با دیلی پخش بشه که اگر اتفاقی رخ دادی ما بینش بود بتونید درستش کنید. اتوماتیکلی ریکانکت یعنی که زمانی که استریم شما قطع میشه شما حواستون نیست، این به صورت خودکار هر 10 ثانیه اقدام به دوباره وصل شدن میکنه. اگه قطع کنید نه، اگر خودش قطع بشه به خاطر حالا پهنای باند یا اتفاقات دیگه، هر اتفاقی به این حالته. گزینه بعدی و خیلی مهم نتورکه، که شما میتونید از یک نت به عنوان نت بازیتون و از یک نت به عنوان نت استریمتون استفاده کنید. الان من دارم از نت گوشیم به عنوان استریم و از نت خونه که با کابل لن وصل کردم برای گیم هم استفاده میکنم. بهترین حالت رو برای من این داشته. حالا شما میتونید تغییر بدید. Dynamically change bit rate when dropping frames while streaming. زمانی که فریم های شما به مشکل میخوره، حالا چه به توسط اینترنت چه به توسط پایین اومدن FPS به خاطر پرفورمنس و سیستمتون، این دو گزینه رو اگه روشن کنید که توصیه میکنم روشن نکنید، خودش بیتریت رو واسه تون تغییر میده. آقا میگه الان سیستم خوب شد، بیتریت رو میبره بالا، مشکل خورد میاره پایین. Enable new networking code، باز این رو روشن نکنید برای اینه که کدای جدید نتورکی که براتون میاد و بتونید تغییر بدید. اینم باز توی یه قسمت کامل توضیح میدم که داستانش چیه، به چه دردی میخوره. Low latency mode واسه کساییه که آقا شما الان مثلا
با کسایی داری استریم میکنی که خیلی واسط مهمه که همون لحظه که حرف میزنن جوابشون رو بدی، هم باید اینور هم تو اون پلتفرمتون این گزینه رو روشن کنید، که من روشن گذاشتم که بتونم سریع ترین حالت رو استریمم داشته باشم. سورس بروزر رو فعال بذارید و میگم باز اینو توی برنامه دیگه، مدیا فایلزتون کشتون رو روشن بذارید که کش میکنه مدیا فایل رو، باز توی برنامه کامل توضیح میدم که بهتون چیه. اسکرین کالکشنتونه که زمانی که شما میخواید یه آورلی از بیرون ایمپورت یا اکسپورت بگیرید، یا ویجت های داخل برنامه، همون چیزایی که بهتون نشون میداد. این برنامه خیلی ویجت های زیادی داره، از قرعه کشی لایو بذار تا گیم تا ویجت های دیگه که شما باید از نرم افزار دیگه استفاده کنید، که اونو میگم تو قسمت سوم بهتون میگم ویجت هاش چیه، چون ویجت هاش خیلی زیادن. اونا رو اونور بهتون میگم، حالا یه نشون میدم بهتون سطحی، ولی تو قسمت سوم بهتون میگم. ویرچوال وبکم اینجوریه که شما کل نرم افزارتون رو به عنوان یه ویرچوال به بیرون میشناسونید. اپیرینسش هم که حالت حالا شب و روز داره که میتونید تغییر بدید رو حالت شب و رو حالت روز، و چت ستینگتونه که اینا رو میگم کاملتر بهتون توضیح میدم. این قسمت بیشتر راجع به FPS میخواستم صحبت کنم، همینجوریش هم خیلی صحبت کردم. حالتو به حالت عادی برمیگردونم و ببینید این ویجت ها رو هم یه ریز بهتون نشون بدم. ببینید میبینید الان این یکی از گیف دونیت هاییه که داره، 1000 تا داره، 1000 تا هم خودتون میتونه اضافه کنید. ویجت ها این قسمته که آلرت باکس میشد همون، اسپانسر بنر یعنی اسپانسر دارید بنر میذارید، یا مثلا دونیشن گول یا مثلا هدفتون و هدف دونیتتون رو اینجوری میذارید، یا فالوور گول که آقا من انقدر فالوور بشه هدفم اینه، یا ویور کاونت که به شما نشون میده چند نفر ویو دارید، یا 1000 تا ویژگی دیگه که اینا رو بهتون میگم بعدن چیه. اموت وال مثلا زمانی که یکی یه اموتی میفرسته واسه شما تو چتتون اینجا نمایش داده بشه. خب امیدوارم که این زیادم صحبت کردم براتون، امیدوارم که مفید بوده باشه به اندازه کافی، راحت بتونید استریم کنید، کیفیت FPS تون و استریمتون خیلی بره بالاتر انشالله، و به اون هدفهایی که دارید برسید انشالله. خب باهاتون خدافظی میکنم، ممنون که این برنامه رو میبینید، ممنون که لایک میکنید، ممنون که بقیه صفحات من رو فالو و سابسکرایب میکنید و به هم انرژی میدید و کمک میکنید که برنامه های بهتری براتون بسازم و در کنار هم پیشرفت کنیم انشالله. انشاللهش هم خیلی خوشگل براتون گفتم که صفاشو ببرید. قربون شما، تا برنامه بعدی، خدا حافظ.